بشاد تو وام. ادامه بحث دیگر از پوریم. پیشا پیش به استقبال پوریم میریم که پوریم هم به عزت هشم به استقبال ما بیاد. روزی که کل هپوشت یاد نتنندو. روزی که هر کسی دستش دراز بکنه هیچ نوع کوتاهی نیست و همه بهش کمک میکنن. روزی که فرقی بین آشیر و آنی نیست، هر کسی میتونه تقاضای کمک بکنه. همینطور هم در شامعیم، روزی که هر کسی میتونه تفیلا بخونه و دستش جلوی خداوند دراز بکنه و خداوند کل ها پشت یاد نتنین لو، هر کسی که دستش رو بهش دراز بکنه کوتاهی نمیکنه و جواب میده. پس روزی که بزرت هشم و نفخ هو که همه چی میتونه به خوبی تغییر بکنه، جنبه یوترن داره که تمام برداشت ما، دیدگاه ما میتونه به خوبی به عزت هشم تغییر بکنه، که این عود میلودو که هیچ قدرتی یارایی و قدرت مقابله با خداوند رو نداره، تماما همه چی قدرت دست خداونده. این عود میلودو هیچ قدرتی به غیر از اون نیست، هیچ جای ترسی نیست. یعنی هر قدرت دیگه هم نمیتونه دلسردی یا ناامیدی در پدید بیاره تا مادام که ما امیدمون به خداونده. این عود ملودو افزولتو. به عزت هشم بحث مگیلا رو ادامه میدیم که شاید من و شما هم خودمون از این مگیلا استر در زندگیمون یک مگیلایی ثبت کردیم از این همه لطفی که خداوند به ما کرده، معجزاتی که در زندگی ما پدید آورده. و ببینیم چطور میتونه انسان مگیلت استر آشکار بکنه، استر پنهانی ها رو، همچنین در زندگی خودش چطور میتونه از حضور خداوند، نعمات خداوند، معجزات خداوند در زندگی خودش پرده برداری بکنه. در پرک شلیشی، پرک سوم، میبینیم که در پاسخ میگه اخر دواریم ها اله گیدل هم ملخ احشوروش ات همان بل همه دتا ها اگاگی و یه نعسه هو و یا سمت کس او معل کل اثرین اشر ایتو بود. بعد از این اتفاقات که احشوروش گفتیم هرچ میگه هم ملخ احشوروش، منظور خود احشوروشه. به هر جا میگه هم ملخ پادشاه، منظور خداونده. میگه بعد از این ماجراها احشوروش همان رو گیدل بزرگ میکنه، بلند مرتبه میکنه، به مقام بالاتر میرسونه. چه همانی؟ فرزند همداتا. از چه سبت و قومی؟ ها اگاگی، اگاگ پادشاه امالق بود. و ینسه او و اون رو به مقام میرسونه. و یسمت کیس او و حتی صندلی و یا کرسی و درجه همان رو معل بالاتر از کل حساریم هر نوع وزیر دیگه‌ای که با او بود قرار میده. پس یعنی احشوروش رسما هامان رو وزیر دست راست خودش، نخست وزیر خودش اعلام میکنه، تا این حد بالاترین درجه رو بهش میده.
راشد توضیح میده، میگه اگر یه نفر از همین پرقه سوم مقیلا شروع کنه بخوندن، امکان داره که سوال بکنه احر دواریم ها ال، بعد از تمام این ماجراها چه ماجرایی، بعد از چه موضوعی چه ماجرایی احشوروش هامان رو بهش ارتقای درجه میده، مقامش رو بالا میبره. راشی توضیح میده شنیورت رفوازو لحیوت لچوال اسرائیل، میگه خداوند همیشه بره رفوا شفا رو قدم هم مکان قبل از درد می آفرینه. بعد از اینکه استر به عنوان زن احشوروش ملکه انتخاب شد، بعد از اینکه استر به نام مردخای اون دسیسه و اون نقشه توطئه بر ضد پادشاه رو در کتاب زیخرانات ثبت کرد، اول خداوند رفوع پایه نجات رو قرار میده، یوسف رو در مصر میبره، بعد گالوت رو شروع میکنه، بعد هامان رو به درجه میسونه. پس چیزی که بارها احامیم ما تذکر دادن، هیچ قفلی بدون کلید نیست. اون کمپانی که این قفل رو فروخته و به ما فروخته، کلیدش هم همراهش بوده، شاید ما گم کردیم الان نمیدونیم کجاست. پس حتما که اگر یک مکه یک ضربه هست، رفوا یک شفای مذهبش وجود داره. خداوند بدون شفا هیچ دردی رو نمی آفرین، یعنی هر دردی درمانش از قبل هست. همطور که در تورا خداوند میگه که یعنی هشم روفقا، زیرا که من هستم خداوند شفا دهنده شما. و چه فرقی بین دکتری و پزشکی و طبابت خداوند داره یا درمان خداوند داره با دیگر درمان ها؟ که خداوند قبل از این که درد رو بیاره شفا رو به ما داده، قبل از این که این ویروس رو بیاره در ما واکسن شو پدید آورد. ایمیون سیستم و تمام این سیستم امنیتی که در بدن ما هست، قبل از این که بخواد میکروبی بر ما توسعه و یا نقشه‌ای داشته باشه، ایمیون سیستم ما قبلا با اون گلاویزه. پس هیچ دردسری بدون راه حل نیست، هیچ مشکلی بدون سلوشن نیست. خداوند اتفاقا راه حل و سلوشن رو از قبل برای ما تهیه دیده، و این ایمانیه که ما نسبت به عظمت و بزرگی خداوند داریم، که خداوند تا این حد پشتیبان ماست که قبل از این که بخواد ما رو در آبی در دریایی بندازه، غریق نجات، اون کسی که قرار نجاتمون بده رو آماده کرده، تهیه دیده. پس در هیچ مشکلی، در هیچ موقعیت سختی، هیچ شخص تنها نیست، بدون چاره و بدون راه حل نیست، از قبل خداوند رو تهیه دیده. و من در راشی اینجا توضیح میده، میگه بله همان میتونست زودتر از اینها به این مقام برسه، به این درجه برسه، اما اول خداوند خواست که استر در قصر احشوروش راه یابه. شنیورت رفوازو لحیوت لچوال اسرائیل، که بعدش بخواد همان رو به مقام برسونه، که دیگه هامان
کاری از دستش بر نیاد. فقط نقشه باشه، فقط یک خواب و رویا باشه، عملا هیچ کاری نتونه بکنه. ملبیم سوال میکنه که میگه لما گیدل تا همان کلکاخ، اصلا چرا بخواد به همان اینقدر قدرت و مقام بده؟ و چرا دقیقا بعد از این که استر در قصر به عنوان ملکه منصوب میشه و تازه جون پادشاه هم رو تو همون روزای اول نجات بده، تا این حد دیگه پادشاه بهش علاقمند میشه و میگه چرا؟ میگه گیدل اول میگه بزرگش کرد همان رو، بعد میگه وینسهو و اون رو باز مقام داد، بالا برد. بهاراب میگه مفارشه میچنین توضیح میدن چون بعد از این که احشفروش استر بهش گفت بشه مردخای، که مردخای یهودی اینه که راز رو فاش کرده که تو هر آن امکان داره به حمله بشه، این دوتا گاردها امکان دارن که به تو حمله بکنن، تو رو مسموم بکنن. بعد از اینکه اومد استرینا رو بهش گفت، هنوز اخشفروش فراموش کرد که یک رابطه بین استر و مردخای هست و همین اجازه داده شد که نام و یا فامیلی استر همچنان پنهان بمونه که آیا از کجا آمده. اما حامیم توضیح میدن حرب شلوحیم لمکان، همونطور که بارها گفتیم، همونطور که موشه ربنو از جانب خداوند بنی اسرائیل رو نجات داد، همینطور هم پرعو هم از جانب خداوند تعیین شده بود. همونطور که استر از جانب خداوند تعیین شده بود، همونطور هم اخشفروش، همونطور هم هامان، همونطور هم مردخای، تمام مهره هایی که در تاریخ سر راه قوم اسرائیل قرار می گیرن، اینها از جانب خداوند تعیین میشن، به حدی که حامیم توضیح میدن لب ملاخین بیاد هشم، یعنی قلب پادشاهان در دست خداونده. اون رئیس جمهور یا اون پادشاه یا اون نخست وزیر اگر میاد تأثیری در دنیا میگذاره و در تاریخ و در جامعه، از جانب خداوند تعیین شده. پس سناریوی پوریم در واقع اومده به ما فاش بکنه که در پاسخ در آخر مقیلا ما میگیم چی؟ باروخ مردخای، متبارک هست مردخای، آرور هامان، ملعون باد هامان. و میگه در روز پوریم شخص باید از نظر شراب و یاین جوری مست بشه که دیگه فرق بین باروخ هامان آرور مردخای رو ندونه. امکان داره ما بشنویم اه حسب شالوم یعنی چی میگی باروخ هامان آرور مردخای؟ و میگه باروخ مردخای آرور هامان. میگه تمام اصل پوریم همینه که تو به هشکه ها پراتید، به اون قدرت خداوند پشت صحنه استر هستر پانیم پی ببری که حتی اون هامانم
از جانب خداوند، همونطور که اون مردخای هم از جانب خداونده. برای همین دلیل برات فرق نداشته باشه باروخ مردخای آرور همان یا باروخ همان آرور مردخای. پس در واقع تمام هدف من و شما خودمون هستیم که چطور از این برداشت زندگی و ماجرای زندگی چه تأثیری در آیندمون، در دیدگاهمون پدید بیاره. معمولا تو یک نونوایی موقعی که بیکری، شیرینی پزی، قنادی، موقعی که یک کیکو اول توی آون توی اجاق میپزن، بعدش چیکار میکنن؟ میذارن که چی؟ خنک چه؟ میذارن توی یخچال، درسته؟ بیرون از تنور. بعد از این برای فروشه، برای مصرف خودش که نیست که، برای فروشه. بعد از این که میخواد بگذاره برای فروش، همه رو که نمیذاره بیرون، که میذاره توی یخچال، درسته؟ پس هم یخچاله و هم اجاقه کاملا دو تا محیط مختلف، این گرم و داغ، اون سرد و یخ، هر دو اینها هنوز جزو پروسس، جزو مرحله ای که هنوز این کیک احتیاج داره از شروع تا پایان تا به دست مشتری برسه این مراحل رو طی بکنه. و هر دوشو کی تعیین میکنه؟ این نانوا، این قناد، این بیکری. پس نمیتونه که شخص بگه خوبی ها از جانب هشمه اما دیگر سختی ها از جانب دیگرانه. چیزی که ما در یمسوف دیدیم، کریات یمسوف، در کریات یمسوف موقعی که بنی اسرائیل شکافته شدن دریا رو شاهد بودن، قبلش از همه جا بیخبر که آیا این دریا، این بنبست چی خواهد شد، از عقب فرعون داره میاد، از جلوام دریا چی به سرمون میاد. یه عده‌ای شروع کردن تفلا خوندن، یه عده‌ای شروع کردن شکوه و شکایت کردن، یه عده‌ای شروع کردن گروه تشکیل دادن، برگشتن به مصر و همشون انگشت اشاره شون به مشرف بود که بابا اینجا کجاست، ما رو آوردی؟ قبر تو مصر کم بود، ما رو میخوای دم دریا تو صحرا غرق کنی؟ و از مشرف بود گلمند بودن که این چه کاری بود سر ما آوردی. موقعی که مشرف بود به خداوند تفیلا میخونه که کمکی برسه، خداوند در جوابش میگه متس اق الی دبر البنی اسرائیل و عیسی. میگه چرا داری به من ناله و فریاد میزنی؟ بگو به بنی اسرائیل حرکت کنن. اخوام سوال میکنن اگر به خداوند ناله نکنیم و به کی بکنیم؟ مخصوصا موشه ربینو. یکی از مفارشیم توضیح میده که مشوره خداوند داره به ما اینو یاد میده، میگه چطور فقط به من ناله میکنید که کمک برسم ولی هیچ تشخیص نمیدید که اینم از جانب خداونده و این موقعیت یه حکمتی از جانب هشمه. میگه متیس اک الی،
میگه اگر من رو دلیل و باعث این موقعیت نمیدونید دیگه چرا از من کمک میخواید؟ از همون کسی که اون رو تقصیر مقصر میدونید کمکم بخواید. متی سقلای با موقع بود که موشه ربین به اسرائیل چه گفت؟ هشم یلحم لخم، خداوند برای شما خواهد جنگید و تن تحریشون، شما فقط ساکت باشید. اگر میخوای کمک خداوند رو همراه داشته باشی، همه چیز رو به خود خداوند ربط بده. خدایا آگاد مسیج، پیام رو گرفتم، میدونم همه چی از جانب توه، گمزل توبا کل داوید رحمانا لتواوید. پس اگر نگاه بکنید ما در تفیلامون در تیشابه ها هیچ موقع نمی آیم. فریاد و لعنت و فحاشی و دشنام به نبوخذنصر بدیم، به دشمنانمون بدیم که چرا خونه خدا رو خراب کردن. اصلا و ابدا کاری اصلا به دشمنانمون نداریم، همش کاری به خودمون داریم که گناهانمون خراب کردن و الان تشوبامونه که میتونه آباد بکنه. بمدل میگه پوریم موقعیتیه که انسان بتونه برسه به این درجه امونا و بیتحان تو زندگی که حتی بگه باروخ همان آرور مردخای. این واقعا مسوای پوریم رو تونسته عملی بکنه که براش چه هامانها چه مردخایها هر دو از جانب خداوند باشن. چرا که میگه اینم رو خداوند سر کار قرار داده و حتی اگر هامانی هم بیاد، حتی اگر ضربه هم بیاد، قبلش استر، قبلش درمان و شفا رو خداوند رفوا لفنه مکا، همیشه شفا رو قبل از درد پدید میاره. پس اگر دردی هست درمانش هم هست. و ما میبینیم در مورد هاگار موقعی که با یشمائل از ابراهام دیگه رانده میشه و در صحرا تنها میمونه و به تشنگی و به آبی میخورن، بعد از اینکه یشمائل گریه میکنه و این مادر هاگار نمیتونه تحمل دیدن این رو بیاره، میاد کنار و میگه خداوند چشمشو باز کرد و چشمه رو دید. چشمه اونجا بود نیافرید، فقط چشم هاگار رو باز کرد که اون رو ببینه. موفقیت ها، پیشرفت ها، حصلاح ها در اطراف ما هست، فقط ما باید به کمک خداوند چشممون رو باز بکنیم، قلبمون رو باز بکنیم که اون ایمان و بیتاخونمون رو تقویت بکنیم که بتونیم کمک خداوند رو در اطرافمون ببینیم. در میکنن یه آقایی داشت از کوه بالا میرفت، یک بار پاش سر میخوره، پای سر میخوره، تا اونجایی که میتونسته سعی میکنه خودش رو نگه داره ولی به تناب آویزون باقی میمونه. شروع میکنه به تفیلا خوندن، خدایا به دادم برس، زن و بچه منتظرم، کسب و کارم، زندگیم، عمرم، به دادم برس. یک باره میبینه که یک هلیکوپتری اومد، گفت کمک میخوای؟ میگه نه من به خدا تفیلا خوندم، قراره که خدا بیاد نجاتم بده. میگه خب ببین تا خدا بیاد بیا، من تا اینجا هستم انگار خیلی معلومه اینجا آویزونی. نه نه من تفیلا خوندم. میذاره میره، با زهره شروع میکنه به عشق و زاری تفیلا خوندن. با زهره یک کشتی میاد، میگه میخوای بیای؟ میگه نه من تفیلا خوندم، خدا کمکم میکنه. خلاص هر کی اومد این رد میکنه، میگه من به خدا تفیلا خوندم کمکم میکنه، تا اینکه آخرش فوت میکنه. میره تو شامعی، اولین سوالش اینه خدایا این همه من تو تفیلا خوندم چرا هیچ کمکی نکردی؟ گفت پس اون هلیکوپتر و کشتی ها کیا بودن؟
اینکه بعض موقع ما میخوایم دنبال درمان، دنبال شفا، دنبال علاج هستیم، اما فلانی میاد بهمون نصیحت میکنه که ببین من فکر کنم اشکال از اینجاست، میخوای یه ذره؟ میگیم نه آقا، تا حالا تو این موقعیت تازه تو اومدی از آب گلالود ماهی بگیر اومدی تازه من رو سرزنش بکنی؟ شاید این همه تفیلایی که به خدا خوندی که کمکت کنه شاید همینه. این که برای جوانامون دنبال زوج مناسب میگردیم و اون موقع است که بهمون کسی رو معرفی میکنن، میگیم نه خدا خودش درست بکنه، قسمت ها رو جور بکنه. خب این داره اینجا جور میکنه دیگه، اینو سر راه تو قرار داده که اینو به تو معرفی بکنه. این که ما شالیه های هشم رو یک ذره بعض موقع دیر تشخیص میدیم که اینم ماموری از خداوند بود، اینم پستچی خداوند بود، اینم دکتر و پزشک خداوند بود که سر راه من قرار داد. چیزی که در گمارا میگه التهیه برکت هدیوت کلب نخا، میگه هیچ براخایی آدمی و هیچ شخصی و در نظرت دست کم نگیر. حتی برکت هدیوت یا آدم معمولی داره بهت براخایی میده، بگو آمین، خیلی ممنون، تشکر، امید که بذرت هشم ات یک کلب اینه خواب برکت هدیوت، چه بسا همون اون رو خداوند وسیله قرار داده که بیاد براخاییش رو به تو بده. و در پرکابوت چی میگه؟ از او حاخام، آدم حاخام که حلومت میکل آدم که از هر کسی چیزی رو یاد نمیگیره، نمیگه من فقط شورا و کلاسای ربانیم بزرگ رو میرم. اگر کسی میتونه به من چیزی یاد بده، اگر خود من میتونم چیزی یاد بگیرم، چرا نه؟ پس اینجا داره مگیلا به ما لگلوت آشکار میکنه استر هستر پنهانی های و سیکرت های این دنیا رو که بر در پشت هر ظاهری یک عمقی باطنی هست. تو اون رو بچسب، به ظاهر نگاه نکن، چرا که همین هامان از جانب خداونده و همین مردخای از جانب خداونده، هر دوی اینها شالیه های هشم هستن. فقط یک کدومشون اومده ما رو کمک بکنه، اون یکی اومده ما رو بیدار بکنه، یکی اومده دستمونو بگیره، اون یکی اومده مچمونو بگیره، ولی در دو حالت هنوز برای خوبی ماست. کسی که بتونه با این دیدگاه مثبت به تمام اطراف نگاه بکنه، هر روزش رو در ارتباط با خداوند میبینه که هر روز خداوند هی داره بهش تماس میگیره، بهش زنگ میزنه، بهش تکس میکنه، بهش مسیج میرسونه، پیام میرسونه. و بوده بارها که حخامیم پروف کردن، ثابت کردن، به محض اینکه آدم حتی از هامانها هم استقبال بکنه و از خداوند ممنون باشه و شکرگزار باشه و بگه خداوند همش از جانب خودته و هیچ کسی به غیر از تو اینجا در زندگی من تصمیم نمیگیره. یک بار دیدیم اون هامان صورت خودشو فاش میکنه که این مردخایه. یک بار اون فرمانده مصری صورت خودشو فاش میکنه، یوسف برادرمونه. پس بیاید به عزت هشم از تمام فراز و نشیبای زندگی یک نردبانی تشکیل بدیم برای نزدیک شدن به هشم و نخست به شالام دوری از هشم. هشم کمک کنه که به خوبی بتونیم همیشه با شادی ها خداوند رو با ایمان کامل پرستش بکنیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.
از زاغ و واروخ جنبم.